سلام بچه ها، امروز 1 مهر 1401. تعمدن این تاریخ رو گفتم به خاطر اینکه کشورمون توی روزهای سختیه و قطعا این روزها توی تاریخ ثبت میشن. اینجا که میبینید متفاوت از فضای استودیوی خونگیم که معمولا توش ویدیو ضبط میکنم. اینجا محل کار منه، اینجا آفیسیه که من معمولا روزا اینجا کار میکنم 6 روز در هفته. اگه بخوام یکم در مورد تخصص و شغلم گفته باشم، من کارشناس شبکه هستم و تمام جزئیات شبکه از بکبون اینترنت تا تمام دیتیل شبکه و سکیوریتی توی این شرکت به عهده منه. گفتم که این ویدیو رو بسازم، یه گزارشی از وضعیت فعلی اینترنت بدم و یه سری چیزا رو روی اینترنت‌های مختلف با هم دیگه تست کنم. بیشترین اینترنتی که ما توی کشورمون استفاده میکنیم اینترنت 4G، یعنی 2/3 کاربران اینترنت، بهتره بگم 2/3 کاربران اینستاگرام از اینترنت 4G استفاده میکنن. یعنی اصلا افراد به واسطه یه موبایل اینترنت دار شدن و ما اینترنت ثابت به صورت 100% فراگیر نداریم. درصد فراگیریش کمتر از 50%. خب ما اینجا توی شرکت دو تا لینک اینترنت داریم که در واقع بکبون اینترنتمون رو به صورت اکتیو تشکیل میدن. حالا این اکتیو چیه میتونیم بعداً در موردش صحبت بکنیم. میخوام این دو تا اینترنت رو توی این روزا سرعتش رو واسهتون تست بکنم که ببینید که موضوع اصلا سرعت اینترنت نیست. و یه توضیحاتی بهتون بدم در مورد محدودیت های اینترنت. عمده کسانی که از اینترنت دارن بهره میگیرن اینترنتشون اینترنت سیم کارته. اینترنت های 4G از ساعت 4 عصر تا 12 شب قطع میشن. قطع نمیشن بچه ها، دقت بکنید، قطع نمیشن. IP های خارجی بسته میشه. حالا اینکه یعنی چی IP های خارجی بسته میشه؟ مگه ما IP داخلی و خارجی داریم؟ بله، ما IP داخلی و خارجی داریم. رنج داریم، مثل شماره های تلفن IP ها رنج دارن و رنج های مختلفی از IP ها به کشورهای مختلف واسطه‌بری شدن و اونها از رنج های خودشون استفاده میکنن. بنابراین میشه در سیستم روتینگ هر رنج IP به غیر از رنج هایی که در کشور استفاده میکنیم برای سرورها و هاست ها، رنج های دیگر میتونیم مسدود بکنیم. بنابراین دسترسی به اون وبسایت ها، دسترسی به اون اپلیکیشن ها کاملا از بین میره. این از توضیحش که ما فکر میکنیم اینترنت قطع شده. حتی زمانی که شما میخواهید از VPN استفاده بکنید، به واسطه اینکه IP اون VPN خارج از کشور هست و اون رنج مسدود شده، بنابراین شما نمیتونید از VPN استفاده بکنید. اما در مورد اینترنت های ثابت اینطور نیست. یعنی چی؟ اینترنت های ثابت به واسطه اینکه قابل پیگیری تر هستن. بنابراین اون محدودیت هایی که برای اینترنت های همراه اعمال میشه روی اونها اعمال نمیشه. حالا ما اینجا دو تا اینترنت ثابت داریم. یکیش رادیو هستش که به واسطه شرکت رسپینا گرفتیم و یه دونم در واقع فیبر نوری هستش که از مخابرات گرفتیم. میخوام سرعت این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنید، وضعیت سرعتشون رو ببینید حتی به سرورهای خارجی، و از طرف دیگه روی هر جفتشون میخوایم VPN بزنیم و ببینیم که با VPN خارجی چقدر محدودیت ایجاد میشه و با VPN های داخلی چقدر محدودیت ایجاد میشه. بریم پای سیستم اینو با هم دیگه ببینیم. میدونم که براتون خیلی جذابه. خب بچه ها، من اومدم پای لپتاپ و میخوایم که با هم دیگه تست رو شروع بکنیم. برای تست سرعت خب طبق معمول من وارد کروم بشم، وارد سایت speedtest.net خب این از speedtest.net. اول از همه من بهتون یه توضیحی بدم، من VPN هم وصله، بنابراین میام VPN هم رو خاموش میکنم. این از یه بار این سفر رو ریفرش میکنم. خب
الان همونجوری که میبینید من به اینترنت TCI یعنی اینترنت مخابرات وصلم، یه خط فیبر نوری که در واقع داره دیتا رو میفرسته روی سرور شاتل و دیتا رو دریافت میکنه. همیشه اسپید تست این کارو میکنه، یعنی وقتی ازش میخوای تست بگیری از سرورهای اون ISP دیتا میفرسته روی یه سرور از همون کشور. خب من اینو یه بار تست میکنم، یه نتیجه تستی رو به من برمیگردونه. خب دقت کنید، توی روزایی که توی این روزایی که خیلی ما در واقع احساس میکنیم محدودیت اینترنت داریم، من با فیبر نوری سرعت تقریبا به سرعت اوریج 195 مگابیت پر سکند رو دارم. خب این از سرعت دانلودم و سرعت آپلودم که رفت بالای 200 با یه سرور داخلی. حالا بعد از این تست اینترنت فیبر نوری رو میام با یه سرور خارجی میسنجم، منتظر میشم که تست ریزالتش تموم بشه. دیدید 194 200 دانلود آپلود فیبر نوری با یه سرور داخلی بودش. کاری که من انجام میدم چین سرور رو میزنم، میرم روی یکی از سرورهای وودافون، شرکت وودافون که اپراتور تلفن همراه هستش، ترجیحاً میرم روی یه وودافون اروپایی به عنوان مثال. UK از شهر واتفورد. یه بار با فیبر این تست رو میگیرم ببینم که سرعت اینترنت به چه صورتی هستش. دیدید که همونجوری که دارید میبینید خیلی اندک، خیلی کم، خیلی خیلی کم بچه ها میبینید که سرعت کم شده. و یکی از مزیت‌های بسیار خوب فیبر نوری، اینترنت فیبر نوری، حالا برای آفیستون جایی که استفاده می‌کنید اگر بگیرید، یکی از مزیت‌های بسیار خوبش اینه که بین سرورهای داخلی و سرورهای خارجی تفاوتی ندارید. و این شد تست اینترنت فیبر مخابرات بچه‌ها، هم سرور داخلی هم سرور خارجی. دیدید که سرعتش، حتی تعهدی که مخابرات بابت این لینک به ما داده 50 مگابیت پر سکنده، ولی تا 200 مگابیت پر سکند به ما سرعت میده. روز پنجشنبه است، من توی روزهای کاریم زمانی که ازش تست میگیرم توی پیک مصرف اینترنت بین ساعت 1-2-3-4 بعد از ظهر وقتی ازش تست میگیرم همچنان روی این سرعت وای میسته. و هر جوری فکر میکنم میبینم که اینترنت فیبر اینترنتی نیست که نتونم پیشنهاد بدم. اما همین اینترنت فیبر رو بیایم روش وی پی ان بزنیم و تست بکنیم ببینیم که سرعتش چقدر کم میشه. اول از وی پی ان خارجی شروع میکنم، ترجیحاً سرور امریکا. وای میستم که کانکت بشه. کانکت شد. سعی میکنم این قسمت ها رو توی ادیت ویدیو سریعش نکنم که زمان کانکت شدن وی پی ان رو هم بتونید تشخیص بدید. خب کاری که انجام میدم روی همون سرور اروپایی با وی پی ان امریکا، یعنی یک بار ریکوستم میره روی سرور امریکا، از اونجا میاد روی اروپا و در نهایت بر میگرده برای من. این تست میکنم که ببینم سرعتم به چه صورته. باز هم 100 مگابیت پر سکند رو رد کرد با وی پی ان خارجی، یعنی از این وی پی ان های اکسپرس وی پی ان دیگه. یه ویدیو در موردش ساختم، لینکشو میذارم این بالا، روش خریدش با ارز دیجیتال رو برید ببینید چه جوریه، ویدیوی جالبیه. ولی همونطوری که میبینید آپلود دانلودش 138 مگابیت پر سکند و آپلودش 180، یعنی واقعا واسه کانتنت کریتور بودن خیلی جوابه و هزینه بسیار اندک. یعنی اصلا اگه بدونید با چه هزینه‌ای میتونید اینترنت رو داشته باشید، جاهایی که براتون فیبر کشیدن، سراغ هیچ گزینه دیگه ای نرید. یعنی اصلا غیر منطقیه که شما تو کابینت محلتون، کابینت مخابراتی محلتون فیبر وجود داشته باشه و شما دنبال گزینه دیگه ای برید، اصلا منطقی نیستش. خب این هم ثبت میکنیم
برای وی پی ان خارجی، وی پی ان اکسپرس وی پی ان رو من دیسکانکت میکنم، میبندمش، حتی از این گوشه هم یه اگزیتی بهش میدم، میام سراغ یه دونه وی پی ان داخلی. اسپید وی پی ان رو خب همه میشناسن، نیاز به توضیح نداره، اکانتش پولیه، باید بخرید. همونطوری که میبینید یه سری سروراش اوکی نیستش، روی پروتکل سیسکو انی کانکت فکر کنم وی پی انش کار بکنه، با توجه به اینکه توی این روزا خیلی محدودیت روی وی پی ان ها گذاشتن، امیدوارم که این وی پی ان الان برای من کار بکنه. خب فکر میکنم کانکت شدم. زمان کانکت شدنش به مراتب بیشتر از اکسپرس وی پی ان هستش. در ظاهر مثل اینکه کانکت شدم، میرم سراغ تست اینترنت، باز هم وصل شدم بچه ها به یه سرور توی امریکا، تست کنیم ببینیم که چجوری هست. صبر میکنیم سرعتش بره بالاتر، صبر میکنیم 30, 33, 35 و با وی پی ان ایرانی 38 مگابیت پر سکند شما سرعت داری. سرور امریکا که بیشترین پینگو داره. اما اینجا رو دقت کنید بچه ها، فقط 2 مگ میتونی آپلود کنی. واسه اینه که من تو ویدیو قبلی گفتم و باز تاکید میکنم، به عنوان یک کانتنت کریتور من رفتم سراغ یه وی پی ان خارجی دقیقا به خاطر همین موضوع. وی پی ان های ایرانی آپلودشون اصلا تعریفی نداره، یعنی بیشترین محدودیت روی آپلود برای وی پی ان های ایرانی وجود داره، به خاطر همین من اصلا سمتشون نمیرم. خب همه یه تست ها رو روی تستی که لازم بود و روی اینترنت فیبر نوری مخابرات زدم، حالا میخوام سوئیچ کنم، هم سرعت ها رو و همه کارهایی که روی اینترنت فیبر انجام دادم و روی اینترنت رادیویی که از شرکت رسپینا هم گرفتیم تست بکنم. برامر این کاری که انجام میدم، وی پی ان هم اول دیسکانکت میکنم و بعد اکسس پوینت هم رو تغییر میدم. همه شرایط بچه ها برابره. من آخر ویدیو حتما ویدیو میگیرم از 2 تا اکسس پوینت همسان متصل به یک روتر که روش در واقع اسپلیت صورت گرفته، روی پورت های مختلفش یه سری پورت هاش در واقع آپلینک شدن واسه اینترنت مخابرات فیبر نوری و یه سری پورت هاش آپلینک شدن برای اینترنت رادیو، و دقیقا اینجایی که من هستم از 2 تا اکسس پوینت همسان میتونم بگم برند خوب، یعنی لینکسیس دارن استفاده میکنن، شرایط کاملا برای جفتشون برابره. و یه وقت فکر نکنید، کامنت نذارید که از چه اکسس پوینتی برای کدوم اینترنت استفاده میکردم، به خاطر اینکه شرایط یکسان باشه و تست درستی باشه. خب بچه ها الان کاری که من انجام میدم اینه که میام روی اینترنت رادیو که از شرکت رسپینا گرفته شده. اینم بگم بچه ها، من چندین بار اسم شرکت رسپینا رو آوردم، شرکت رسپینا توی این ویدیو اسپانسر نیست و یه وقت فکر نکنید که من توی این ویدیو دارم کار اسپانسرینگ انجام میدم. خب سویچ کردم اینترنتمو، یک بار این صفحه رو ریفرش میکنم. خب بریم برای تست. اول با یه سرور توی ایران شروع میکنیم. همونطوری که میبینید، البته تعهدی که در واقع این شرکت به ما داده 100 مگابیت پر سکنده که روی 92-93 وای میسه و کاملا پذیرفتنی و مطلوبه. این سرعت دانلودش بود، سرعت آپلودش هم به همون صورت همون قدر. از ویژگی هایی که این اینترنت ها نسبت به اینترنت DSL دارن، حالا چه ADSL چه VDSL، اینه که خب سرعت دانلودشون با سرعت آپلودشون برابره و یه چیز عجیب و غریبی که ما روی توی ایران داریم و همه پذیرفتنش و این هم جزء دوز و کلکاییه که شرکت‌هایی که اینترنت ارائه میکنن میدن، شرکت‌هایی که معمولا اینترنت DSL میدن، این که سرعت آپلود کمتر از سرعت دانلود. این به نظر من خیلی چیز مسخره‌ایه.
چون اصلا هیچ دلیل تکنیکالی نداره و همه دلایلش معمولا دلیل‌های میشه گفت امنیتی و این مسائل کاملا مسخره است. حالا کاری که من انجام میدم، میام چین سرور میکنم برای سرور خارجی، دوباره برمیگردم روی همون ودافون، میام روی ودافون انگلستان، ودافون UK، همون واتفورد قبلی رو انتخاب میکنم و حالا با اینترنت رادیو میریم سراغ یه سرور خارجی که حالا این دفعه ببینیم که واقعا اون چیزی که ما بهش میگیم اینترنت و بیرون از کشورمون هستش به چه صورته. همونجور که میبینید با یه محدوده تقریبا 10 مگابیت پر سکندی سرعت کمتر شد، ولی خب اوریجش با اوریج قبلی برابر هستش و پینگ بچه ها 97 میلی سکند. خب اینترنت گیرونی هست و به هیچ عنوان برای گیمرها توصیه نمی کنم، چون اصلا مبلغش مبلغ منطقی نیستش. خب اینم از بچه ها اینترنت رادیو با یه سرور خارجی. حالا میریم سراغ VPN. کاری که من انجام میدم، اکسپرس رو باز میکنم، یه کانکشن میگیرم از اکسپرس VPN. بچه توی تمام تستا دقت بکنید، اصلاً هیچ محدودیتی وجود نداره. یعنی من روی اینترنت رادیوم خیلی راحت VPN میزنم. چون میگم روی اینترنت های ثابت اصلا محدودیتی اعمال نمیشه. خب حالا همون جوری که دارید میبینید، من به همون در واقع سرور اروپایی با VPN وقتی کانکت شدم، ببینید که این شرکت رادیویی چقدر محدودیت روی VPN اعمال کرده. اینجاست که متوجه میشید اپراتوری که بهتون داره اینترنت میده چقدر پهنای باند روی VPN رو محدود کرده. اینها همه محدودیت هایی هستش که خودمون شرکت، ولی در مورد آپلود همونطوری که میبینید هیچ محدودیتی وجود نداره. این هم از این اینترنت داخلی رو، اینترنت اکسپرس VPN خارجی رو دیسکانکت میکنم، میام روی VPN وطنی که خیلی حاشیه ها و خیلی شایعات در موردش وجود داره که برای این VPN برای برادران سپاهی هست، ولی خب ما فکر میکنیم که نیست. یه بار دیگه تست رو انجام میدیم با VPN داخلی. توی تست فیپ که همه چی رو باخت، حالا امیدوارم که اینجا با رادیو نتیجهش نتیجه متفاوتی باشه که نه، همونطوری که میبینید VPN های داخلی یکی از نقاط ضعفشون پهنای باند بسیار کمشه، به خاطر که کسایی که ارائه دهنده این سرویس هستن همیشه میرن سرورهای ارزون از اون طرف میخرن و معمولا سرورهای ارزون پهنای باند بسیار کمی دارن، زمینه که سرعت آپلودش اصلا قابل تعریف نیست و اگه به عنوان یه کانتنت کریتور بخوای یه حجم زیادی از ویدیو رو آپلود بکنی همیشه به مشکل میخوری که اصلا تعریفی نداره. به چند دلیل من VPN های داخلی رو توصیه نمی کنم، اصلا توصیه نمی کنم، به خاطر اینکه در وهله اول سرعتشون اصلا نمیفهمم یعنی چی این سرعت، در وهله دوم چجوری میخوای مطمئن بشی که امنیت داری، چجوری میخوای مطمئن بشی که سکیوریتی داره، چجوری میخوای متوجه بشی که دیتات رو کسی نمیبینه، اینو کی میخواد بهت گارانتی بده؟ معلوم نیست.
و نکته سوم، پایداری اصلا خوبی ندارن. یعنی داری کار میکنی، اون خودش باز خوش دیسکانکت میشه، ریکانکت میشه، این وسط اصلا شاید متوجه نشی. اگه بخوای کارهای تریدینگ انجام بدی، اگه بخوای گیم بازی بکنی، اصلا پینگ مناسبی ندارن. اگه بخوای کار بانکی با اون طرف انجام بدی، بخوای از حساب پیپلت یه پرداختی انجام بدی، اصلا پایداری نداره. تو هر لحظه از عملیات بانکی ممکنه که دیسکانکت بشه و عواقب بدی براتون داشته باشه، چون اگه آی پی ایرانتون رو تشخیص بدن ممکنه که اکانتتون رو مسدود بکنن. و اصلا وی پی ان ایرانی رو توصیه نمی‌کنم. باز من میگم اگه چند نفر با هم جمع بشن یه هزینه یک ساله بدن یه وی پی ان خارجی بگیرن مثل اکسپرس وی پی ان، باز به مراتب به صرفه تر. خب بچه ها، این ویدیو هم به پایان رسید. فقط من آخر ویدیو یه بار اینجا دوتا اکسس پوینت یکسان از برند لینکسیس رو میبینید که یکیش برای اینترنت فیبر هستش و یکیش برای اینترنت رادیو. خب بچه ها، این ویدیو هم به پایان رسید. بابت شرایطی که حالا اینجا بود، یه سری کاستی ها من اینجا داشتم مثل نور که فکر میکنم هنوزم روی ویدیو داره رفله میندازه، اما سعی کردم یه محتوای خوب براتون ضبط بکنم. بدونید تو شرایطی که همه اینترنت ها رو بچه ها محدود کردن، اینترنت های ثابت محدودیتی ندارن و عمده محدودیت برای اینترنت های همراه که حالا تو کشور ما 4G هستش، حالا چه اپراتور همراه اول چه ایرانسل، هر جفتشون محدودیت های اعمال کردن. آی پی های خارجی از ساعت 4 عصر تا 12 شب مسدود میشن. خب اینم از این. لطفا فراموش نکنید که چنل من رو سابسکرایب بکنید، لطفا فراموش نکنید که برای من کامنت بذارید و تا ویدیو بعدی بدرود.